به نام خدا و با عرض سلام به خبر شش خوش آمدید. امروز یک شنبه پنجم ماه قوس سال 1396 هجری خورشیدی در آغاز سرخط چند خبر. حیف و مل شدن صدها میلیون افغانی از پول خانواده های شهدا در هرات با بکارگیری از کارت های جعلی. باندهای شناسایی کردیم که داده به از طریق ریاست محترم امنیت ملی. متهم شدن رهبران حکومت وحدت ملی به نقض قانون اساسی از سوی مشاور پیشین امنیت ملی. آنانی که امروز بر اریکی قدرت در رأس هرم قدرت نشستند و آنی که نشسته است بیشتر مشروعیت خود را ناشی از اراده و تمایل قدرت های بزرگ می داند. واکنش ها در برابر ستایش محمد محقق از جنگجویان لشکر فاطمیون در سوریه. برگزاری یک نمایشگاه نقاشی و خوشنویسی در شهر مزار شریف. و نشست فوق العاده نخست وزیر برای سرتاسر پاکستان درباره اعتراض های گسترده در اسلام آباد. جزاکی هستم با مشروع خبرهای ساعت. طولونیوز به سندهای دست یافته است که نشان میدهند حلقه های با ساختن کارت های جعلی خانواده های شهدا سالانه بیشتر از 100 میلیون افغانی را از ریاست کار و امور اجتماعی هرات به جیب میزنند. مسئولان این ریاست نیز این سندها را تایید میکنند و میگویند که یکی از سردسته های این گروه که یک زن است اکنون در بازداشت به سر میبرد. جاوید زیارتجویی که این گزارش را تهیه کرده است میگوید که بر بنیاد این سندها چندین کارمند ریاست کار و امور اجتماعی هرات نیز همدست این افراد بودند. این سندها مشمول صدها وثیقه و کارت های جعلی هستند که از سوی چندین اداره دولتی در هرات تایید شدند. بر بنیاد این سندها این گروه تنها در دو سال گذشته نزدیک به 200 میلیون افغانی را به دست آوردند. خوشبختانه باندهای شناسایی کردیم تعداد را به از طریق ریاست محترم امنیت ملی. یکی از سردسته های این گروه یک زن است که به گفته مقام ها در حدود 200 کارت به نام خانواده های شهیدان و چهار مور دفترهای دولتی از خانه وی به دست آمدند. تعدادی از کارمندان بخش ریاست کار و امور اجتماعی که اسناد از اونجا تایید مراحل شده اونو تحت تحقیق قرار دارن، دیدم 4-5 نفر میشه و تعدادی هم که در بیرون مثلا در قضایا دخیل هستند که اسناد و وثایق تایید مراحل کردن اونا هم بالاتر از 10 نفر، اونا هم تحت تحقیق قرار دارن. بررسی های نخستین نشان میدهند که صدها خانواده به نام بازماندگان قربانیان با بکارگیری از سندهای جعلی از این ریاست پول میگیرند. عاملین از اینا پنجه قانون سپرده باشم هم درس عبرت به کسایی باشه که از پول شهید، خانواده‌های شهید و یتیم و معلول ما دوباره استفاده سو صورت نگیره. رئیس کار و امور اجتماعی هرات میگوید که با شناسایی برخی از این چهره ها امسال این ریاست 140 میلیون افغانی صرفه جویی کرده است. رنگین دادفر اسپنتا مشاور پیشین امنیت ملی حکومت وحدت ملی را نامشروع با رهبرانش را بزرگترین ناقضان قانون اساسی افغانستان میداند. آقای اسپنتا در نشستی که امروز از سوی محور ملی مردم افغانستان برگزار شده بود افضای کشور را بحرانی میداند و برای بیرون رفت از بحران بر برگزاری لویه جرگه تاکید میورزد. شماره شرکت کنندگان این نشست کسان را در کشور از بهره به قدرت رسیدن بر راه اندازی جنگ قومی متهم میسازند. انیسا شهید گزارش میدهد. مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان در نشست اوضای سیاسی، اقتصادی و امنیتی کشور را بسیار بحرانی میداند. آنانی که امروز بر اریکی قدرت در رأس هرم قدرت نشستند و آنی که نشسته است بیشتر مشروعیت خود را ناشی از اراده و تمایل قدرت های بزرگ میداند.
د ملي وحدت حکومت د قانون په چوکاټ کې د خلکو د آراو پر اساس باندې رامنځته شوی دی او ټولې چارې د افغانستان د اساسي قانون او د نافذه قوانینو په چوکاټ کې مخ ته وړي. شرکت کنندگان این نشست عامل اصلی افزایش ناامنی ها، فقر و بحران در افغانستان را استفاده ابزاری شماری از سیاستگران کشور از موقف قومی می دانند. این وضعیت نابسامان کنونی بخشش برمیگردد به استفاده ابزاری سیاستمداران ما از عنوان قومیت و بخش دیگری برمیگردد از منافع بیرونی هایی که از این وضعیت درونی استفاده میکند. اقتصادی حالت خراب دی، امنیتی حالت خراب دی، او ورس پا ورس خرابیجی که پا درایت او پا حکمت بندی او شه معقول استراتیجی او میکانیزم ورته جور نسی او ده حل لار ورته پیدا نسی نو که دیش نورم خراب سی. تنها راه ممکن و آزمایش شده به باورمه گرد همایی بزرگ ملی و یا یک جرگی بزرگ ملی است که باید نخبگان ما روی اجندای چین بزرگ جرگی بزرگ ملی با یک دیگر توافق بکنن. شرکت کنندگان این نشست میگویند حکومت لوی جرگه قانون اساسی را برگزار نتوانسته است و تعهداتی را که درباره به میان آمدن اصلاحات در نظام انتخابات به مردم داده بودند عملی نساخته است. رئیس جمهور غنی در درازای 10 روز برای جانشین رئیس کمیسیون مستقر انتخابات 2 حکم صادر کرده است. در حکم نخست، رئیس جمهور از نهادها خواسته است تا نامزدانشان را معرفی کنند که در این حکم این نهادها مشخص نشدند. اما پس از 10 روز درباره آغاز کار کمیته گزینش اعضای کمیسیون مستقر انتخابات حکم دوم را صادر کرد. مشاور پیشین امنیت ملی این کار رئیس جمهور غنی را نقض قانون میداند. در این حال یک عضو کمیته گزینش این کار رئیس جمهور را مبهم و اهانت آمیز میگوید. در این باره شریف امیری گزارش دارد. بیش از 10 روز از برکناری رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات از سوی رئیس جمهور میگذرد. در درازای این مدت رئیس جمهور غنی برای جانشین نجیب الله احمدزی 2 بار حکم صادر کرده است. پات لیست کسانو څخه واجد شرایط کستاین نسو د جمهور د انتخاباتو د قانون د 14 ماده پر اساس باندې د غوراوی کمیټې ته دنده وسپارله ترڅو په دې برخه کې کار پیل کړي. هرگاه اشاره شان به ای باشه که در لیست افراد واجد شرایط نیستن، ای خودش یک نوع اهانت حقوقی است به هم بر کار کمیته گزینش قبلی و هم بر افرادی که در لیست هستند. اما این حکم رئیس جمهور غنی در برابر ماده های 14 و 16 قانون انتخابات دانسته می شود. بر کمیته گزینش ختم است و رئیس جمهور باید از امو فهرست نفرای بعدی را با ترکیب قومی و جنسیتی تعیین بکنه. قرار بود این روند در یک هفته به پایان می رسید. اما ظاهرا تا اکنون مرحله نخست کار گزینش جانشین نجیب الله احمدزی نیز آغاز نشده است. اعضای کمیته گزینش میگویند که اگر قرار شود این کمیته کارش را آغاز کند، کم از کم 3 هفته را در بر خواهد گرفت. حکومت افغانستان بارها از فرستادن مهاجران افغان به جنگ سوریه انتقاد کرده است، اما معاون دوم ریاست اجرائیه در تهران از جنگجویانی که در سوریه جنگیدند به ویژه افغانها ستایش میکند و از آنان سپاسگزاری میکند. محمد محقق از جنرال قاسم سلیمانی از طراحان لشکر فاطمیون به نیکویی یاد میکند و کار او را می ستاید. این کار محمد محقق با انتقادهای در درون کشور روبرو شده است و شمار از نمایندگان مجلس این کار محمد محقق را نکوهش می کنند. مسعود انصار گزارش می دهد. محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه در 9 نشست شورای عالی مجمعی جهانی بیداری اسلامی از جنگجویان افغان در نبرد در برابر گروه داعش در عراق و سوریه ستایش می کند و قاسم سلیمانی فرمانده شاخه قدس سپاه پاسداران ایران را که یکی از بنیانگذاران لشکر فاطمیون است سردار استوار اسلام می گوید. نقش برادر عزیزمان سردار استوار اسلام حاج قاسم سلیمانی و همچنین سید بزرگوار سید حسن نصرالله در این مابین بسیار برجسته بود که برایشان موفقیت بیشتر آرزو می کنم و تبریک می گم. پیش از این حکومت افغانستان فرستادن مهاجران افغان را در نبردهای سوریه و عراق از سوی ایران کار نادرست خوانده است.
کمی عملی چې په کابل کې د داعش لخوا سره تر سره کیږي په مسجدو کې هم دغه نتیجه ده چې ایران موږ د افغانانو څخه استفاده په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد کوي. با تلاش های زیاد نتوانستیم دیدگاه سخنگویان حکومت را در این باره بگیریم. موضع گیری های سیاسی و جانبدارانه از سوی رهبران سیاسی و مسئولین حکومت وحدت ملی میتونه مستعد زمینه سازی برای نگرانی ها و تهدیدهای جنگ های فرقه‌ای در افغانستان باشد. محمد محقق در این نشست گفته است که توطئه های استکبار جهانی در 40 سال گذشته افغانستان را ناامن نگه داشته است. یک گزارش تولو نیوز از ولایت پکتیکا نشان میدهد که در چند ولسوالی این ولایت اداره های دولتی فعال نیستند، چنان که ولسوال سر روزه پکتیکا از حال قضایای برخی از باشندگان این ولسوالی از سوی طالبان سخن میگوید. بر بنیاد این گزارش مقام های ولسوالی های گیان و نیکه پکتیکا از بهره ناامنی ها به این ولسوالی ها نمیروند و دفترهایشان در ولسوالی ارگون این ولایت هستند. در این حال فرمانده پلیس پکتیکا نیز میپذیرد که ولسوالی گیان در محاصره طالبان است و در 3 ولسوالی دیگر این ولایت با نیروهای دولتی غذا و تجهیزات از راه هوا میرسانند. تمیم همین جزئیات را گزارش میدهد. ساختمان پیشین ولسوالی سرروزه پکتیکا که چند سال پیش آماج یک حمله انتحاری قرار گرفت هنوز ویران بر جا مانده است. اکنون تمامی اداره های دولتی این ولسوالی در این بخش ولسوالی سرروزه در مسیری که به چندین ولسوالی دیگر می انجامد فعالیت دارند. بخشهایی از سرروزه در دست طالبان هستند و مردم نمی توانند از روستاها خودشان را تا اداره های دولتی برسانند. آنم در اوضاعی که بخشی از کارمندان این ولسوالی حتی 20 کیلومتر دورتر از اینجا در شهر شرن مرکز پکتیکا حضور دارند. هغه موضوعات چې په غرو کې دي چې هلته موږ رسېدګي نه کېږي او هلته د دښمن ولکه زیاته ده، طبعا هغه ورې حل کېږي او موږ ته نه راځي. 70 کیلومتر دورتر از شرن در ولسوالی ارگون پکتیکا با این مرد میبینیم، کسی که تازه به مقام ولسوالی گیان گماشته شده است، اما میگوید که از بهر ناامنیا دفتر کارش را در ارگون گشوده است. نکی ولسوال هم دلتا شته دی، هغه نکی هم ډېره ناامنه ده، هلته هم ورته مشکلات موجود دي. ولسوال ارگون ولسوالی کمنترین بخش در پکتیکا دانسته می شود، تایید می کند که در سالهای اخیر بیشتر مقام های ولسوالی های همجوار ارگون کارهایشان را از ساختمان امین ولسوالی به پیش بردند. که څوک رایسی د نور ولسوالی یا پختنه کوي و همکاری غواړي د هر ولسوالی څوک موږ سره وسولی کرنی همکاری کولای سو، او دغه ولسوالی خلک چې دغه مربوط خپل وي هغه د خپل ولسوال د خپل اداره دغه هغه مشکلات تل توتال کیس. پکتیکا بیش از 20 واحد اداری دارد و یافته این گزارش نشان میدهند که از این میان راه های مواصلاتی ولسوالی های ورمه، تروه و وازخا برای نظامیان بسته است. دو گشته لاره تړلې ده، په آینده کې امکان لري دا لاره خلاص شي. در چنین اوضاع مقام های محلی از برنامه ها برای راه اندازی عملیات های نظامی در این بخش های ناامن پکتیکا سخن می گویند. گفته هایی که اگر عملی گردند مردم می توانند طعم امنیت را در هر بخشی از این ولایت بچشند. یک نمایشگاه نقاشی و خوشنویسی زیر نام بهشت گمشده برای درود در شهر مزار شریف راه اندازی شده است. برگزار کنندگان این نمایشگاه میگویند که هدف از برگزاری این نمایشگاه گسترش هنر نقاشی و خوشنویسی میان جوانان و شناسایی استعدادهای ناشناخته در این زمین است. در این نمایشگاه بیشتر از 100 اثر هنری به نمایش گذاشته شدند. عارف مصوی در این باره گزارش فرستاده است. در این نمایشگاه بیش از 150 اثر هنری به نمایش گذاشته شده است. نام نمایشگاه هم بهشت گمشده گذاشته شده. 4 سال می شود که در بخش نقاشی کار می کند. 18 اثر هنریش را در این نمایشگاه به نمایش گذاشته است. برای کی بگویه که این طفل من آن نداره یا شوهر ما دست دادیم یا در کدام قسمت از دفاتر دولتی برای بگویه که ما هم شهیدی شوی ما پایست شوهر ما پایسته شبتیم. این تابلو بیانگر امت یک حالت است. غزال یکی از 16 آفرینشگری است که اثرهای هنری خود را به نمایش گذاشته است. طفل درمانده و فقیر نشان می‌دهد که به جای ساتیری، به جای درس، به جای تحصیل
اینا یعنی در فکر هستن که چه قسم یک لقمه نان به فامیل خود یعنی به زندگی خود پیدا کنند. شماری از جوانان که در این نمایشگاه شرکت کردند از برگزاری آن استقبال میکنند. درباره فرهنگ هست، درباره کسایی که از تاریخ های افغانستان ساختن، اینها تشویق میشن و استعداد اینها برای همگان آشکار میشن. برگزار کنندگان این نمایشگاه میگویند که هدف از راه اندازی آن شناسایی توانایی های جوانان در بخش نقاشی و خوشنویسی و تشویق آنان به آفرینش های هنری است. با چند لحظه دیگر چند خبر جهان را میشنوید با طلو و طلو نیوز باشید. ادامه خبر هاست طلو و طلو نیوز. نخست وزیر پاکستان و رئیس ارتش این کشور در نشست اضطراری درباره اعتراضات گسترده در اسلام آباد و شهرهای دیگر این کشور شرکت کردند. معترضان پاکستانی که در برابر تغییرات در قانون تازه پارلمان این کشور دست به اعتراض زدند، از 20 روز بدین سو شهرهای اسلام آباد راولپندی را بستند. در این درگیری های اخیر میان معترضان و نیروهای پاکستانی که کم از کم 6 تن کشته شدند و نزدیک به 200 تن دیگر زخم برداشتند. تلاش نیروهای پلیس ویژه پاکستان برای پراکنده ساختن معترضانی که راه اسلام آباد راولپندی را بستند به نتیجه نرسیده است و امروز نیز معترضان در این منطقه حضور دارند. این معترضان میگویند که تا هنگام برکناری وزیر عدلیه پاکستان به اعتراضهایشان ادامه خواهند داد. الله کے فضل و کرم سے استعفا ہوگا با کمک خدا وزیر عدلیه کنار خواهد رفت و ما کامیاب خواهیم شد. اکنون آواز ما در تمامی جهان شنیده شده است. پس از پیروزی ما با شرافت از اینجا خواهیم رفت. معترضان پاکستانی میگویند که حذف نام پیامبر اسلام در این قانون تازه به حرمتی با مقدسات است و وزیر عدلیه باید کنار برود. اما زاهد حمید میگوید که مسئول این کار نیست. در این میان مقام‌های پاکستانی دیروز پخش زنده درگیری‌های پلیس را با معترضان ممنوع کردند. این کار انتقاد خبرنگاران پاکستانی را برانگیخته است. تمامی جهان انکار حکومت را یک هشدار خواهند پنداشت و آن را نیکویش خواهند کرد. این کار برای چهره پاکستان در جهان نیز اثرگذار خواهد بود. این در حال است که نیروهای پاکستانی دیروز نتوانستند معترضان را از شاهراه اسلام آباد راولپندی دور بسازند و امروز معترضان در شهرهای دیگر به شمول لاهور، فیصل آباد، ملتان، خانیوال، ویهاری، دره غازی خان، پشاور و حیدرآباد به جاده ها برآمدند. با اکنون نگاه کوتاه داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. نشست وزیران دفاع 40 کشور اسلامی عضو ائتلاف جهانی ضد هراس افغانی در شهر ریاض آغاز یافت. این ائتلاف دو سال پیش از سوی عربستان سعودی ایجاد شد، اما نشست اصلی آن امروز آغاز یافت. صدها تن از مردم اتریش در جشن محلی کرامپوس شرکت کردند. در افسانه های کهن جرمن آمده است که کرامپوس موجود شیطانی است که کودکان بد را مجازات می کند و آنان را در یک سبد با خودش می برد. این جشن کهن گردشگران خارجی را نیز به خود جلب کرده است. فواران یک آتشفشان در جزیره بالی اندونزیا ده ها پرواز جهانی را مختل ساخت. فواران آتشفشان از ساعت 5:30 عصر آغاز شد و برای چندین ساعت ادامه داشت. اندونزیا در اقیانوس آرام 120 آتشفشان فعال دارد. خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد تقدیمتان می شود. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. بانک توسعه آسیایی پروژه 20 مگاوات برق خورشیدی را در نقلو تمویل می کند. مسئولان شرکت برشنا می گویند که با مالی شدن این پروژه 20 مگاوات برق از این پروژه به دست خواهد آمد. تعهدنامه این پروژه میان نمایندگان بانک توسعه آسیایی و وزارت مالیه در ارگ امضا شد. زبیه جهان مال گزارش می دهد.
تعهدنامه نخستین پروژه تولید برق خورشیدی در نخلو میان نمایندگان بانک توسعه یافته و وزارت مالیه امضا شد. بر بنیاد این پروژه بیش از 20 مگاوات برق خورشیدی به شبکه های برق کابل و ننگرهار تا یک سال دیگر افزود خواهند شد. مسئولان شرکت برشنا میگویند که عملی شدن این پروژه با کمک بیش از 44 میلیون دلار از کمک های بانک توسعه یافته زمینه را برای سرمایه گذاری های بخش خصوصی در تولید برق خورشیدی نیز فراهم خواهند ساخت. د دغه پروژې پراتلون کې موږ د ننګرهار لپاره هم پلان لرو چې تر 100 میگاواټو ډیر زیات پاور پلانټ د سولر اته جوړ کړی شي. د 100 میگاواټو په ظرفیت د سولر تولیدی پروژه جوړیږي تر څو پورې د نغلو لپاره خپل یو پښتوانه جلته وبجم شي. از سوی سخنگوی وزارت مالیه میگوید که هزینه های این پروژه از کمک های بانک توسعه آسیایی اما در چارچوب بودجه ملی پرداخت خواهند شد. دغه پیسې به د کابل د سروبي په سیمه کې د لمریز برېښنا په برخه کې د افغانستان د ملي بودجې له لارې د مؤثریت او مثمریت اصل پر اساس لګول کیږي. بر بنیاد آمارهای داده شده، افغانستان با داشتن بیشترین روزهای آفتابی ظرفیت تولید بیش از 2200 مگاوات برق خورشیدی را دارد. به همین علت، حکومت برای جذب سرمایه گذاری ها در این بخش، راهکار مشارکت عامه و خصوصی را برای پروژه های تولید برق ساخته است. و این هم نرخ شماره از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 68 افغانی و 85 پول، یک یورو 81 افغانی و 90 پول، یک درهم امارات 18 افغانی و 65 پول، 1000 روپیه هندی 1060 افغانی، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 635 افغانی. خبرهای ورزشی را مسعود ملک تقدیمتان میکند. خواهی ملک خوش اومد. سپاسگزار هستید. خبرهای ورزشی هم تا لحظات بعد. تیم ملی کرکت کشور برای رویارویی در مقابل تیم ملی امارات متحده عرب در یک دیدار چهار روزه رهسپار این کشور شد. ملی پوشان کشور در این دیدار چهار روزه با به دست آوردن 10 امتیاز می تواند جام رقابت های انترکانتیننتال را بالای سر ببرد. برای نخستین بار یک مکان ورزشی برای ورزش بالینگ در شهر مزار شریف به بهره برداری سپرده شد. مالک این مکان ورزشی میگوید که آن بر گستره 2000 متر مربع زمین یک مکان ورزشی برای بالینگ و سنوکر را با هزینه بیش از 300 هزار دلار آمریکایی ساخته است و این میافزاید برای زنان نیز در این مجتمع ورزشی مکان‌های جداگانه آماده شده است تا بتوانند بالینگ و سنوکر بازی کنند. تیم رانگپور رایدرز در ادامه رقابت‌های لیگ برتر کرکت بنگلادش توانست با تفاوت 3 دوش تیم چتاکینگ بنکس را شکست بدهد. در پایان این دیدار مشرف مرتضی با درخشش در بخش بالینگ از سوی کادر فنی برگزاری رقابت‌ها لقب بهترین بازیکن میدان را به دست آورد. تیم فوتبال بایر مونیخ در هفته 13 بوندسلیگای آلمان اولین شکست خود را با یوپهاینس مقابل گلادباخ تجربه کرد. در ادامه هفته 13 بوندسلیگای آلمان تیم فوتبال مونشنگلادباخ توانست بایر مونیخ را در دیدار جذاب با نتیجه 2-1 شکست دهد. ما در تلاش رسانیدن داغ‌ترین خبرهای افغانستان و جهان به شما هستیم. پس برای شنیدن تازه ترین خبرها با شماره 456 زنگ بزنید و سپس شماره 111 را بگیرید. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. حالا شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی طلوع و طلوع نیوز باشید. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.